انجیل یوحنا تقریباً دو نسل پس از مصلوب شدن عیسی مسیح به نگارش درآمد. در آن دوران کنترل شهر اورشلیم در دست امپراتوری روم بود. اگرچه مصلوب نبودن نوع روش اعدامی بود که رومیان آن را ترجیح می‌دادند، ولی یهودیان نیز مخالفتی با آن نداشتند. عیسی و شاگردان اولیه او یهودی بودند. انجیل یوحنا نمایشگر دورانی است بسیار منحصر به فرد. در دورانی که تضادی آشکارا بین کلیسایی در حال شکلگیری و جامعه یهودیان مذهبی بسیار مشهود است. این فیلم بر اساس انجیل یوحنا تهیه گردیده است. انجیل یوحنا. در ازل کلمه وجود داشت، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او هیچ چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. خدا نبی خود را فرستاد، مردی به نام یحیی. او آمد تا به مردم درباره نور شهادت دهد، تا همه پیام را بشنوند و ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد، آن نور واقعی، آن نور که در حال آمدن بود و همه آدمیان را نورانی می کند. او در جهان بود و خدا جهان را به وسیله او آفرید، اما جهان او را نشناخت. او به قلمرو خود آمد ولی قوم خودش او را قبول نکردند، اما برخی او را قبول کردند و به او ایمان آوردند. او به ایشان این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. ایشان در اثر تولدی معمولی فرزندان خدا نشدند، یعنی در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی متولد نشدند، بلکه خود خدا پدر ایشان بود. کلمه انسان شد و پر از فیض و راستی در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. شهادت یحیی این بود: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. یهودیان اورشلیم کاهنان و لاویان را نزد او فرستادند. تو کیستی؟ او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. پس تو کی هستی؟ پس آیا تو الیاس هستی؟ نه نیستم. تو نبی موعود هستی؟ خیر. پس به ما بگو تو کیستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب بدیم.
درباره خودت چه میگویی؟ یحیی از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدایی ندا کننده هستم که در بیابان فریاد میزند راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند سپس از یحیی پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن نبی موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می‌آید و من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. تمام این ماجرا در بیت انیا اتفاق افتاد، یعنی در آن طرف رود اردن، در جایی که یحیی مردم را تعمید می‌داد. روز بعد یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید. این از آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این از آن کسی که درباره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به قوم اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان آمد و بر او قرار گرفت. من هنوز او را نمی شناختم، اما کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود: هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان او همون کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد باز هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت: این از بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. به دنبال چه می گردید؟ منظر تو کجاست؟ ربای. ربای یعنی ای استاد. بیایید و ببینید. تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را نزد او ماندند. یکی از آنان اندریاس بود، برادر شمعون پتروس. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد. ما ماشیه را یافتیم. ماشیه یعنی مسیح. یا سپس شمعون را نزد عیسی برد. عیسی به شمعون نگاه کرد. تویی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی.
کیفا یا همان پتروس یعنی صخره. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافت. به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند آندریاس و پتروس اهل بیتسیدا بود. فیلیپوس نتانائیل را پیدا کرد. ما آن کسی را که موسی در تورا ذکر کرده و انبیا درباره او سخن گفتند پیدا کردیم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. آیا می شود از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ بیا ببین. وقتی عیسی نتانائیل را دید که به طرف او می آید، گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری وجود ندارد. مرا از کجا می شناسی؟ پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل هستی. آیا فقط به علت اینکه به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید. دو روز بعد در قانای جدید جشن عروسی برپا بود. مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. مادر، این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. هرچه به شما بگوید انجام دهید. یهودیان مراسم ویژه‌ای برای تطهیر دارند. برای این منظور در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داشت. خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. اکنون کمی از آن را بردارید و نزد رئیس مجلس ببرید.
آنها آبی را که اکنون شراب شده بود نزد رئیس مجلس بردند. او آن را چشید. او نمی دانست که این شراب از کجا آمده بود، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد. همه بهترین شراب اول به مهمونا میدن و وقتی سرشون گرم شد اون وقت شراب پستر رو میارن، اما تو بهترین شراب رو تا آخرین ساعت نگه داشتی. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به این وسیله جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. چون عید فصح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت. آنجا در معبد بزرگ اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. شلاقی ساخت و همه حیوانات را از معبد بزرگ بیرون راند، هم گوسفندان و هم گاوان را. او میزهای صرافان را واژگون ساخت و سکه های آنان را دور ریخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید غیرتی که برای خانه تو دارم آتشی در وجودم برافروخته است. رؤسای قوم یهود نزد او آمدند و پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان می‌دهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. تو چطور می‌توانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. اما معبدی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان شاگردانش به یاد آوردند که اینجا گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود. اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او ایمان آوردند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد چون همه را خوب می شناخت. لازم نبود کسی درباره آنها چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی دل آنها را می شناخت. یکی از بزرگان قوم یهود به نام نیقودیموس در آنجا بود که از فریسیان بود.
یک شب نزد عیسی رفت. ای استاد، میدانیم که تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو میکنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. یقین بدان هیچ کس نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند مگر آنکه از نو تولد یابد. چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ یقین بدان هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. این چطور ممکن است؟ تو در اسرائیل یک معلم بزرگ هستی و این چیزها را نمیدانی. یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و به آنچه دیده ایم شهادت میدهیم، ولی هیچ یک از شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر پسر انسان که از آسمان پایین آمد. همانطوری که موسی در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد، همان گونه پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه فرستاد تا آنان را نجات بخشد. هر کس به پسر ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادن. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید تا مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که کارهایش در اطاعت از خدا انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشهور بود، چون در آن ناحیه آب فراوان بود. مردم نزد او می رفتند و او ایشان را تعمید می داد. در این زمان یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. استاد، آن کسی که در اطراف اردن با تو بود را به یاد داری؟ همان که تو درباره او شهادت دادی؟ او در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه نزد او می روند. انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم من مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد، اما دوست داماد که در کنار ایستاده وقتی صدای داماد را میشنود لذت میبرد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می‌روم. کسی که از بالا می‌آید بالاتر از همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی زمینی و درباره امور دنیوی سخن می‌گوید، اما آن کسی که از آسمان می‌آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می‌دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی‌کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است.
کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. فریسیان شنیدند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او. پس وقتی عیسی این سخنان را شنید، یهودیه را ترک کرد و به جدیل برگشت. در سر راهش او مجبور بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سخار نام داشت رسید، نزدیک مزرعی که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. قدری آب به من بده. شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. تو یک یهودی هستی و من یک زن سامری؟ چگونه است که از من آب می‌خواهی؟ یهودیان از لیوان و پیاله سامریان استفاده نمی‌کنند. اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد. ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، تو از کجا آب زنده می‌آوری؟ جد ما یعقوب این چاه را به ما بخشید. خود او و پسران و گله‌اش از آن آشامیدند. آیا تو از یعقوب هم بزرگتری؟ هر کی از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من می‌بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می‌دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد، وی را سیراب خواهد کرد و تا حیات جاودان خواهد جوشید. ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. شوهری ندارم. راست میگویی که تو شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی که همکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید. اما زمانی میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. من می دانم مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. من که با تو صحبت میکنم همانم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت. مسیح بود. بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده نزد عیسی رفتند. در این ضمن شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور، اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند آیا کسی برای او غذا آورده است؟ غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم.
شما میگویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است. توجه کنید، به شما میگویم به کشزارها نگاه کنید. ببینید که همکنون برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را میگیرد و محصولی برای حیات جاودانی جمع میکند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مستاق پیدا میکند که یکی میکارد و دیگری درو میکند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده میبرید. در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تابه ها کرده بودم به من گفت. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که نزد آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند. عده زیادی به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. پس از 2 روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت، زیرا خود عیسی فرموده بود نبی در دیار خود احترامی ندارد. وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند، چون آنها هم در روزهای عید در اورشلیم بودند و آنچرا که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل رفت، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود. یکی از ماموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد که به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. شما بدون دیدن عجایب و نشانه ها به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. ای آقا، با من بیا. پیش از آن که بچه من بمیرد. برو. پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند. پسرت زنده و تندرست است. او پرسید در چه ساعتی حالش خوب شد. دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود. پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه‌اش ایمان آوردند. این دومین معجزه‌ای بود که عیسی پس از آن که از یهودیه به جلیل آمد انجام داد. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد. به زبان عبری آن را بیت هستا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند.
در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال بیمار بود. عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که او مدت درازی است که بیمار می باشد. آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر می اندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت. و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است. ای مرد، تو اجازه نداری بستر خود را حمل کنی. آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. چه شخصی به تو گفت این کار را بکنی؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد بزرگ یافت. اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیسی است. پس یهودیان به اذیت و آزار عیسی پرداختند چون او در روز سبت شفا داده بود. عیسی به آنان گفت: پدرم هنوز کار می‌کند و من هم کار می‌کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم‌تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و به این طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت: یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر کی را که بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را هم احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. زیرا همانطور که پدر منشای حیات است به پسر همین قدرت را بخشیده تا منشای حیات باشد.
و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت برخواهند خواست. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادتم اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت میدهد و میدانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی نزد یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید، اما من شاهد بزرگتری دارم، شاهدی که شهادتش بزرگتر از شهادت یحیی است. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت میدهند که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید نزد من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از صمیم دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجهی ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟ بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که همان دریای تبریه است رفت. و عده زیادی به دنبال او رفتند، چرا که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. زمان عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد، عده زیادی را دید که به طرف او می آمدند. از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می دانست چه باید بکند. 200 سکه نقره نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسر بچه ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد.
ولی آن برای نده چه می شود؟ مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشت، خدا را شکر کرد. و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهیان را نیز همینطور. همه به اندازه کافی خوراک داشتند. وقتی همه سیر شدند به شاگردانش گفت: خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خورده های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان نبی موعود است که می بایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناهم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز نزد ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود 6 کیلومتر جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می‌زند. و به طرف قایق می‌آمد. آنها ترسیدند. نترسید، من هستم. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند. ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناری دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که مردم نانها را بعد از شکرگزاری خداوند خورده بودند رسیدند.
وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند: ای استاد، چه وقت به اینجا آمدی؟ یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی است که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است. وظیفه ما چیست؟ چطور میتوانیم کارهایی را که خدا از ما میخواهد انجام دهیم؟ آن کاری که خدا از شما میخواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. چه معجزه ای نشان میدهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه میکنی؟ نیاکان ما در بیابان مننا را خوردن، درست همانطور که کتاب مقدس میفرماید. او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورن. یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا میکند، زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده و به جهان حیات میبخشد. از آن نان به ما بده ای استاد. ای استاد من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با این که مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خودم را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را. و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد، و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. پس یهودیان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود: من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. گوش کنید، آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه میگوید من از آسمان آمدم؟ اینقدر شکایت نکنید. هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید، و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. چه میگوید؟ دیوانه است. انبیا چنین نوشتند: همه از خدا تعلیم خواهند یافت، بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. نیاکان شما در بیابان مننا را خوردند ولی مردند، اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان به مشاجره پرداختند و می گفتند: چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، در خودتان حیات ندارید.
هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت، زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میاشامد در من ساکن است و من در او. پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم. هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که نیاکان شما خوردند و مردند. هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناحوم تعلیم می‌داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند این تعلیم سخت است، چه کسی می‌تواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می‌کنند به آنها گفت: آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود می‌کند چه خواهید کرد؟ روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی که بعداً او را تسلیم کرد را می شناخت. به همین دلیل به شما گفتم هیچ کس نمی تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. و شما؟ آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ ای خداوند، نزد که برم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی که از طرف خدا آمده ای. آیا من شما 12 نفر را بر نگذیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 شاگرد بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می کرد. او نمی خواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. زیرا که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید. من فعلا نمیایم زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته چگونه کتاب مقدس را می داند؟ آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعلیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن می گویم.
هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ تو دیو دارید، چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شدید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوتهای خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. با وجود این ما همه می‌دانیم که این مرد اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم می‌داد با صدای بلند گفت: آیا مرا می‌شناسید و می‌دانید که اهل کجا هستم؟ من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است. شما او را نمی‌شناسید، اما من او را می‌شناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند. اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. ولی عده زیادی به او ایمان آوردند. آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می نماید؟ فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و جایی که من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید. پس یهودیان به یک دیگر گفتند: کجا میخواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا میخواهد نزد کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم داد؟ او میگوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت، و به جایی که من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، همان گونه که کتاب مقدس میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. عیسی این سخنان را درباره روح القدس گفت که میباید به مؤمنین او داده شود، و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان نبی موعود است. آیا مسیح از جلیل ظهور میکند؟ مگر کتاب مقدس نمیگوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده او یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان نزد سران کاهنان و فریسیان برگشتند. کاهنان از آنها پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم هایی که از شریعت بیخبرند،
ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ مگر تو نیز جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ نبی از جلیل ظهور نکرده است. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. صبح زود باز به معبد بزرگ آمد. همه مردم به دور او جمع شدند. او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. در این وقت علما و فریسیان زنی را که در هنگام عمل زنا گرفته بودند نزد او آوردند و در وسط برپا داشتند. استاد، این زن را در هنگام عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنهایی باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان کردن عیسی این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند، اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می نوشت. چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزنند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند. عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد. آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ هیچ کسی آقا. خب من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. تو درباره خودت شهادت می‌دهی، پس شهادت تو اعتباری ندارد. من حتی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمدم و به کجا می‌روم. ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمدم و به کجا می‌روم. شما از نظر انسانی قضاوت می‌کنید، ولی من درباره هیچ کس چنین قضاوتی نمی کنم. اگر قضاوتم بکنم، قضاوتم درست است، چون در این کار تنها نیستم، بلکه پدری که مرا فرستاد نیز با من است. در شریعت شما هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است. آنچه آنان بگوین حقیقت دارد. یکی خود من هستم که بر خود شهادت می دم و شاهد دیگر پدری است که مرا فرستاد. پدر تو کجاست؟ شما نه مرا میشناسید نه پدر مرا. اگر مرا میشناختید، پدر مرا نیز میشناختید.
عیسی این سخنان را هنگامی که در بیت المال معبد بزرگ تعلیم می‌داد گفت و کسی به او دست راز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود. من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. وقتی می‌گوید جایی که من می‌روم شما نمی‌توانید بیایید، آیا منظورش این است که او می‌خواهد خودش را بکشد؟ شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. تو کیستی؟ من همان کسی هستم که از اول به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من حق است و من آنچه را که از او شنیدم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع شاگردان من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبودیم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهید شد چیست؟ یقین بدانید که هر کسی که گناه میکند برده گناه هست و برده همیشه در میان اهل خانه نمیماند، ولی پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید، اما چون تعالیم من در دلهای شما جایی ندارد، میخواهید مرا بکشید. من درباره آنچه در حضور پدر دیدم سخن میگویم و شما هم آنچه را از پدر خدا مخته اید انجام میدهید. پدر ما ابراهیم است. بله، اگر فرزندان ابراهیم میبودید، کارهای او را به جا میآوردید. من حقیقت را آنچنان که از خدا شنیدم به شما میگویم، ولی حالا شما میخواهید مرا بکشید. ابراهیم چنین کاری نکرد. شما کارهای پدر خود را به جا میآورید. ما یک پدر داریم و او خود خداست و ما فرزندان راستین او هستیم. اگر خدا پدر شما می بود، مرا دوست می داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدم و در بین شما هستم. من خود سرانه نیامدم، بلکه او مرا فرستاد. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ برای اینکه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید. شما فرزندان پدر خود ابلیس هستید و آرزوی پدر خود را به عمل می آورید. او از اول قاتل بود و از راستی بی خبر است، چون در او هیچ راستی نیست. وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار می نماید، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغ هاست. اما من چون حقیقت را به شما میگویم، به من ایمان نمی آورید. کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر من حقیقت را میگویم، چرا به من ایمان نمی آورید؟ کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش می دهد. شما به کلام خدا گوش نمی دهید، چون از خدا نیستید. آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و درون دیو داری؟ من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم. ولی شما مرا بی حرمت می سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه انبیا مردند، ولی تو میگویی هر کس تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. پدر ما ابراهیم مرد. تو ادعا میکنی از ابراهیم هم بزرگتری؟ انبیای دیگر نیز مردند. فکر میکنی کی هستی؟ اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد، همان کسی که شما می گویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم
و آنچه میگوید اطاعت میکنم. پدر شما ابراهیم از این که امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. تو هنوز 50 سالم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم. و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند. ولی از نظر مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک کرد و رفت. وقتی از محلی می گذشت کور مادرزادی را دید. استاد، به علت گناه چه کسی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود؟ یا والدینش؟ نابینای او نه به خاطر گناه خودش بود نه والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای عظیم خدا آشکار گردد. تا وقتی روزه است باید کارهای او که مرا فرستاده است را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. سیلوها یعنی فرستاده. پس آن مرد رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ این همان شخص است. این شخص رو شباهت دارد. خودم هستم. چشمان تو چگونه باز شد؟ شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت به حوض سیلوها برم و بشویم. منم رفتم و شستم و حالا می بینم. آن شخص کجاست؟ نمیدانم.
آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا میتوانم ببینم. این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. شخص گناهکار چگونه میتواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. تو میگویی که او نابینایت را شفا داد، نظر تو درباره او چیست؟ او یک نبی است. ولی رهبران یهود نمیخواستند باور کنند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته است، تا اینکه والدین او را احضار کردند. آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت میدهید که کور به دنیا آمده است؟ پس چگونه اکنون میتواند ببیند؟ ما میدانیم که او فرزند ما میباشد و نابینا به دنیا آمده است، اما نمیدانیم اکنون چگونه میتواند ببیند یا چه کسی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و حرف خود را خواهد زد. والدین او چون از یهودیان میترسیدند اینطور جواب دادند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کس اقرار کند که عیسی مسیح است او را از کنیسه اخراج نمایند. از این جهت والدین آن مرد گفتند از خودش بپرسید، او بالغ است. پس برای بار دوم آن مرد را احضار کرده گفتند، سوکن یاد کن که حقیقت را خواهی گفت. ما میدانیم که این شخص گناهکار است. این که او گناهکار است یا نه من نمیدانم، فقط یک چیز میدانم که کور بودم و اکنون میبینم. با تو چه کرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟ من همین حالا به شما گفتم و گوش نداد. چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا میخواهید شما هم شاگرد او بشوید؟ پس به او دشنام دادند و گفتند، خودت شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی هستیم. ما میدانیم که خدا با موسی سخن گفت، ولی در مورد این شخص ما نمیدانیم که او از کجا آمده است. چیز عجیبی است که شما نمیدانید او از کجا آمده در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه میدانیم که خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعای او را میشنود. از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده کسی بتواند چشمان کور مادرزادی را باز کند. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمیتوانست کاری بکند. تو چه در گناه متولد شده ای؟ تو به ما تعلیم میدهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند. وقتی عیسی شنید که او را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد. آیا به پسر انسان ایمان داری؟ ای آقا بگو او کیست تا من به او ایمان آورم. تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن میگوید. خداوند ایمان دارم. و در مقابل عیسی سجده کرد. من به خاطر داوری به این جهان آمدم تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنان را شنیدند و به او گفتند، آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناهید. یقین بدانید هر که از درب آقال گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا رود، او دزد و راهزن است. اما کسی که از در وارد شود شبان گوسفندان است. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می شنوند. او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنان را بیرون می برد.
وقتی گوسفندان خود را بیرون میبرد خودش در جلوی آنها حرکت میکند و گوسفندان به دنبالش میروند زیرا صدای او را میشناسند. به دنبال غریبه نمیروند بلکه از او میگریزند زیرا صدای غریبه ها را نمیشناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد ولی آنها مقصود او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر گفت: یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که قبل از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می‌آید، گوسفندان را می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به گله حمله می‌کند و گوسفندان را پراکنده می‌سازد. او می‌گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. همانطور که پدر مرا می‌شناسد و من هم پدر را می‌شناسم، همچنین من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. او دیو دارد. او دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟ کسی که دیو دارد نمی تواند اینطور سخن بگوید. اگر دیو می تواند چشمان کور را باز نماید؟ زمستان بود و زمان عید تقدیس معبد بزرگ در اورشلیم فرا رسید. عیسی در صحن معبد بزرگ و در داخل رواق سلیمان قدم می‌زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند. تا چه موقع ما را در بی تکلیفی نگاه می‌داری؟ اگر مسیح هستی، آشکارا به ما بگو. من به شما گفتم اما شما باور نمی‌کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می‌دهم بر من شهادت می‌دهند. اما شما ایمان نمی آورید چون گوسفندان من نیستید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. افت می گوید. بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار کنند. من کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم که پدر توان انجام آنها را به من بخشید. به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار میکنیم؟ برای کارهای نیک نیست که میخواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کف گفتن توست. تو یک انسان هستی و ادعای الوهیت میکنی. در شریعت شما نوشته شده است که خدا گفت شما خدایان هستید. ما میدانیم که کلام خدا هرگز باطل نمیشود و خدا آن کسانی را که کلام او را دریافت کردند خدایان خوانده است. پس چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفرگویی می دهید؟ به خاطر اینکه می گویم من پسر خدا هستم؟ اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید. اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید، به کارهای من ایمان آورید و بدانید و مطمئن باشید
که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر آنها می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلا تعمید می‌داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم نزد او آمدند و گفتند یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند. مردی به نام ایل آزر از اهالی بیت انیا مریض بود. بیت انیا دهکده‌ای بود که مریم و مرتا در آن زندگی می‌کردند. این مریم همان بود که به پاهای خداوند عطر ریخت و آنها را با گیسوان خود خوش کرد. و اکنون برادرش ایل آزر بیمار بود. پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند، آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد، بلکه وسیله‌ای برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مرتا و خواهر او و ایل آزر را دوست می‌داشت. پس وقتی از بیماری ایل آزر باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردانش گفت بیایید باز هم به یهودیه برویم. ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند چیزی نگذشته است. آیا باز هم می‌خواهی به آنجا بروی؟ آیا یک روز 12 ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می‌رود لغزش نمی‌خورد، زیرا نور این جهان را می‌بیند. اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد. دوست ما ایل آزر خوابیده است، اما من می روم تا او را بیدار کنم. ای خداوند، اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد. عیسی از مرگ او سخن می گفت، اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است. آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت ایل آزر مرده است. به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم، چون حالا می توانید ایمان بیاورید. بیایید نزد او برویم. توما که او را دوقلو می گفتند به سایر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم. وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که 4 روز از او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از 3 کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. خداوند، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هر آنچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. برادرت باز زنده خواهد شد. می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد. هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ آری خداوند، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به جهان بیاید. مرتا پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت استاد آمده است، او تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت.
عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: خداوند، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متاسف شد. او را کجا گذاشته اید؟ خداوندا بیا و ببین. عیسی گریست. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمیتوانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ پس عیسی در حالی که از دل آه بیکشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. سنگ را بردارید. خداوند، الان 4 روز از مرگ او میگذرد و متعفن شده است. آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. عیسی به آسمان نگریست. ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادن این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلازر، بیرون بیا. آن مرده بیرون آمد، در حالی که دست‌ها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود. او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها نزد فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند: چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم، همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و معبد بزرگ ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها، یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود، گفت: شما اصلا چیزی نمی دانید.
شما متوجه نیستید که لازم است یه نفر به خاطر قوم بمیرد به جای آن که ملت ما به کلی نابود شود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی می باید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه فرزندان خدا هم که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد بزرگ به یکدیگر می‌گفتند قطعاً او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجاست اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند. شش روز قبل از عید فصح عیسی به بیت انیا محل زندگی ایل آزر رفت، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می کرد و ایل آزر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت: آخر چرا این عطر؟ به 300 سکه نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود. او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می‌دادند بر می‌داشت. با او کاری نداشته باش، بگذاران را تا روزی که مرا دفن می‌کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایل آزر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایل آزر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روی گردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌زدند: خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید آنها بیاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و آنها هم همانطور برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و او زنده از قبر بیرون آمد، عده زیادی حضور داشتند.
آنها آنچه را دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از ما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به آندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جای من در استراب است. چه بگویم؟ یا بگویم ای پدر، مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که در آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه ی آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود. تورات به ما تعلیم می دهد مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان می آورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از نزد آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است
چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهند. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به عیسی گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و ترس از آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه نجات بخشم. هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، داوری هست که او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمیگویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. من میدانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است. یک روز قبل از عید فصح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و می بایست این جهان را ترک کند و نزد پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا دل یهودای اسخریوتی را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. پس از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. نوبت به شمعون پتروس رسید. ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. ای خداوند، نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید. ولی نه همه. چون او می دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همه شما پاک نیستید.
بعد از آنکه پاهای آنان را شست، لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست. آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درستم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من استاد و خداوند شما هستم و پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم، شما هم با هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. حال که این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان میخورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم، تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من میفرستم بپذیرد، مرا پذیرفته است، و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. وقتی عیسی این را گفت، روحم سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یک دیگر نگاه می کردن، زیرا نمی دانستن این را درباره کدام یک از آنها می گوید. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست: از او بپرس درباره چه کسی صحبت می کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. آن چه را میکنی؟ زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند، هیچ کس نفهمید منظور او از این سخن چه بود. چون یهودا مسئول کیسه پول بود، بعضی گمان کردند که عیسی به او میگوید هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت. و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اینک جلال پسر انسان آشکار می شود. اینک جلال خدا از طریق او آشکار خواهد شد. و اگر جلال خدا از طریق او آشکار شود، خدا خودش جلال پسر انسان را آشکار خواهد نمود. و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم. آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم: یکدیگر را دوست بدارید،
همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. ای خداوند، کجا می روی؟ جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. ای خداوند، چرا نمی توانم؟ همین حالا به دنبال تو بیایم. من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکل نمایید. به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را نزد خود می برم. تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. ای خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. این مدت طولانی من با شما بودم و تو فیلیپوس هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست. آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر کارهایی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من میکنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر میروم و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمیتواند بپذیرد، زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، ولی شما او را میشناسید، چون او نزد شما میماند و در خود شما خواهد بود. شما را تنها نمیگذارم، نزد شما برمیگردم. پس از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم خواهید زیست. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد، و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوتی، از او پرسید: ای خداوند، چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما نزد او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمی کند. آنچه شما میشنوید از خودم نیست، بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم میگویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. جهان نمیتواند آن آرامش را به طوری که من به شما میدهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من میروم، ولی نزد شما برمیگردم. اگر مرا دوست میداشتید، از شنیدن این که من نزد پدر میروم شاد میشدید، زیرا پدر از من بزرگتر است.
اکنون قبل از اینکه این کار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتفاق میافتد ایمان میآورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمیگویم، زیرا حکمران این جهان میآید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای اینکه جهان بداند که من پدر را دوست دارم دستورات او را به طور کامل انجام میدهم. برخیزید از اینجا بروید. من تا که حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می بارد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما خواهم ماند. هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند. شما نیز نمی‌توانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می‌آورد، چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می‌شود و خشک می‌گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند، در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید به طلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یک دیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی‌خوانم، زیرا بنده نمی‌داند اربابش چه می‌کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا برنگزیده‌اید، بلکه من شما را برگزیدم و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیدم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنها کارهایی را که هیچ شخص دیگری قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند، ولی آنها آن کارها را دیدند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند و به این ترتیب تورات آنها تحقق می‌یابد که می‌گوید بی جهت از من متنفرند. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او درباره من شهادت خواهد داد. شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که
شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون نزد کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسید کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند، عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید و واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل گفتم روح حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمیبینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یک دیگر گفتند چرا او میگوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر میروم. مقصود او از این سخن چیست؟ این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیزی صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند. من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما عشق خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمده است. شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز هم خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی‌پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را میدانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی میآید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده میشوید و به خانه های خود میروید و مرا تنها میگذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است.
این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیه شدم؟ پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار تمام انسانها را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاودان بدهد. این از حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای توست بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم. پدر، مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنها متعلق به تو بودند و تو آنها را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب توست، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن توست و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. اکنون من نزد تو می آیم. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما، به خاطر نامی که تو به من دادی، تا آنها یکی باشند همانطور که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنها بودم، با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. و اکنون نزد تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنها نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنها را از جهان ببری، بلکه تو آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس کردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند. پدر، چنان که تو در من هستی و من در تو، آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایمان می آورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنها دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم. من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند. ای پدر عادل، گرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانند که تو مرا فرستاده ای. من تو را به آنان شناسانیدم و باز خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من در آنها باشم. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باغی بود. عیسی و شاگردانش وارد آن شد.
یهودا که تسلیم کننده او بود میدانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع شدند. پس یهودا یک دست از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال چه کسی می گردید؟ به دنبال عیسی ناصری. یهودای اسخریوطی با آنان ایستاده بود. عیسی به آنان گفت: من هستم. آنان عقب رفته به زمین افتادند. عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ عیسی ناصری. من که به شما گفتم خودم هستم. اگر به دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. پدر، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم زد و گوش راست او را برید. نام نوکر کاهن ملوک بود. شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا بردند. او پدرزن قیافا یعنی کاهن اعظم آن زمان بود و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت، اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد بزرگ، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها می دانند چه گفتم. آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟ سپس حنا او را دست بسته نزد قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم میکرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شده و گفت: نه، نیستم. پتروس منکر شد. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت: مگر من تو را در باغ با او ندیدم؟ نه،
و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند، مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ اگه جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به کاخ برگشت و از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ آیا این نظر خود توست؟ یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را نزد من آوردند. چه کردی؟ پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. نه، پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پس تو پادشاه هستی؟ همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. راستی چیست؟ پیلاتوس باز نزد یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، اما طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد کنم؟ همه فریاد برآوردند که باراباس را به ما بده. باراباس را آزاد کن. باراباس یک راهزن بود. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و ردای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و نزد او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت: ببینید، او را نزد شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. ببینید، آن مرد اینجاست. سپس عیسی بیرون آمد، تاج خاری بر سر و ردای ارغوانی بر تن داشت. مصلوبش کنید. مصلوبش کن. 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 مصلوبش کن.
شما او را ببرید و مصلوبش کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمیبینم. ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا میکند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید، بیش از پیش هراسان شد. به کاخ خود بازگشت و از عیسی پرسید: تو از کجا آمده ای؟ اما عیسی به او پاسخ نداد. آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد. اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند بی گمان دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش بر مسند قضاوت نشست. در عبری نام آن مکان جباتا است. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود. پیلاتوس به یهودیان گفت: ببینید پادشاه شما اینجاست. مصلوبش کنید. بکشیدش. آیا میخواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دستانها داد تا مصلوب شود. آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر موسوم است رفت. در عبری نام آن مکان جلجتا است. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود.
پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری، لاتین و یونانی نوشته شده بود. کاهن اعظم به پیلاتوس گفت: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. هرچه نوشتم، نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت. ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یک دیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بیاندازیم و ببینیم به چه کسی میرسد. به این ترتیب کلام خدا به حقیقت پیوست که میفرماید: لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردایم قرعه افکندند و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: این پسر تو می‌باشد. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو می‌باشد. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن عیسی دید که همه چیز انجام شده است و به این منظور که پیشگویی کلام خدا تحقق یابد گفت: تشنم. خمره پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. سران یهود از پیلاتوس خواستند اجازه دهد که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. چون جمعه با روز تعییه فصح مصادف بود و آنان نمی‌خواستند که اجساد مصلوب شدگان در روز سبت روی صلیب بماند، چون آن روز سبت بزرگ بود، پس سربازان جلو آمدند و ساق پای نفر اول را شکستند، سپس آن دیگری را که با عیسی مصلوب شده بود. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساق‌های او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد. و بلافاصله خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید و شهادت او راست است. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس تحقق یابد
که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. و در جای دیگر می‌فرماید آنها به کسی که نیزه زده‌اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای از پیلاتوس اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. یوسف شاگرد عیسی بود اما مخفیانه، زیرا از سران یهود می‌ترسید. پیلاتوس به او اجازه داد، پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، همراه یوسف رفت و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو میشد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون روز قبل از سبت بود، جسد عیسی را در آنجا دفن کردند. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت. خداوند را از قبر بردن، نمی دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلو افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد. هنوز آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند، اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. و دو فرشته سفید پوش را دید در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم. اما نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه نزد شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید.
در غروب روز یک شنبه وقتی شاگردان در پشت درهای بسته دور هم جمع شده بودند، چون که از سران یهود می ترسیدند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید، بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید، بخشیده نخواهد شد. یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس سایر شاگردان به او گفتند: ما خداوند را دیده ایم. من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم، باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد. سلام بر شما باد. انگشت خود را در زخم دستایم بگذار. دست خود را بر پهلوی من بگذار. دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. ای خداوند من و ای خدای من. آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به دقلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من میخواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو میاییم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. دوستان، چیزی گرفته اید؟ هیچ چیز. تور را به طرف راست قایق بیاندازید. در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند. و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پ-
پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. مقداری از ماهیانی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد. بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت: شمعون پسر یونا، آیا مرا بیش از اینا محبت می نمایی؟ آری ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. پس به بره های من خوراک بده. بار دوم پرسید: شمعون پسر یونا، آیا مرا محبت می نمایی؟ ای خداوند، تو می دانی که تو را دوست دارم. از گوسفندان من پاسداری کن. سومین بار عیسی از او پرسید: شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس آزرده خاطر شد چون برای سومین بار عیسی پرسید آیا مرا دوست داری و به او گفت: خداوند، تو از همه چیز اطلاع داری. تو میدانی که تو را دوست دارم. گوسفندان مرا خوراک بده. حقیقت را به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و به هر جا که میخواستی میرفتی، ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. به این وسیله عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت: به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت از عقب می‌آید. وقتی پتروس چشمش با آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید: خداوند، عاقبت او چه خواهد بود؟ اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته عیسی در میان شاگردان پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع عیسی نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند، به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می‌دهد و ما می‌دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزئیات آنها به تفصیل نوشته شود، تصور می‌کنم تمام دنیا هم گنجایش کتاب‌هایی را که نوشته می‌شد نمی‌داشت. یوحنای رسول گفت که هدفش از نگارش این انجیل این است که ما ایمان بیاوریم که عیسی پسر خداست. توسط نگارش این وقایع، یوحنا ما را تشویق می‌کند که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم.
و به او اعتماد کنیم. او با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناهان ما را پرداخت نمود. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. این از حیات جاودان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده توست بشناسند. ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. این به دو معناست. اول اینکه باید بپذیریم که عیسی مسیح فرمود همه ما علیه خدای قدوس گناه کرده ایم و خطاهای زیادی در زندگی هستند. مهم نیست که آن خطاها چقدر کوچک به نظر برسند. دومی که باید به این حقیقت اعتماد کنیم که عیسی مسیح مجازات مرگی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت و با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناهان ما را به کمال پرداخت نمود. و هرگاه که این حقیقت را بپذیریم بلافاصله خدا به ما حیات جاودان را به رایگان عطا می کند. زمانی که تومای رسول با این حقیقت مواجه شد، تنها چیزی که گفت این بود: ای خداوند من و ای خدای من. اینک اگر مایل هستید شما نیز می توانید صاحب آرامش الهی بشوید و فقط کافی است بگویید: اعتراف می کنم که بر علیه خدای قدوس گناه کردم. من میپذیرم که مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب تمام گناهان مرا کفاره نموده است و کاملا اعتماد دارم که عیسی مسیح جریمه گناهان مرا به کمال پرداخت تا رابطه من با خدا اصلاح شود و دارای حیات جاودان شوم. ای خداوند من و ای خدای من.